خدمت دکتر فرهنگ اولاکویی هستم. بسیار خوشحالم از دیدن شما. بسیار خوشحالم از دیدار شما. اجازه بدید خدمت شما و بینندگان خوب عزیز سلام عرض کنم و آرزوی بهترین ها. جناب فروزنده در آغاز کار موافقت خودشون با اعدام اعلان فرمودند. حقیقت و هر واقعیت من نزنید. حقیقت و واقعیت هر دو رو اعدام کردن، بنابراین از این بابت سپاسگزارم. خب دکتر، اگر اجازه بدید به عنوان مقدمه بحث، نکته‌ای که به نظرم میرسه برای اینکه شما خوب پنبه رو بتونید بزنید و خدمت بنده برسید، اول بگم من کجا ایستادم بعد شما شروع کنید، یا اینکه شما میخواید چه؟ من هیچ قراری که با هم نگذاشتیم، علاوه مسئول برنامه شمایید. خوشحال میشم هرچی شما بیشتر حرف بزنید، من کمتر در خطرم. آقای دکتر هوراکوی، یک مجازات اعدام یک امریست که در جامعه مدرن امروز پذیرفته نیست. این هست، یعنی بسیاری از کشورهای دنیا 172 کشور اون رو ندارن، 21 کشور در جهان سال گذشته اعدام رو داشتن. بسیار. دوم این که در بحثی که من و شما میکنیم اگر موافق باشید ما جمهوری اسلامی رو وارد نکنیم اصلا، برای اینکه به نظر من جمهوری اسلامی کلن نظام قضاییش باطله و بی‌اعتباره، و وقتی ما وارد مسائل ایران اگر وارد مسائل ایران در این جلسه بشیم به هیچ جا نخواهیم رسید، برای اینکه چیزی که از اساس غلط هست، حالا ممکنه شما نظرتون این نباشه، ولی من فکر میکنم که نظام قضایی جمهوری اسلامی اصلا به دوران ما تعلق نداره. متاسفانه گروگان گرفتن یک کشوری رو و دارن این نظم رو جلو میبرن. بنابراین گفتگوی حقوقی و قانونی و قضایی داشته باشیم تا سیاسی. بله درست. نکته بعدی که میخوام برسون برسونم، همه دنیا دارن میگن که در آمریکا تعداد محکومین به اعدام بسیار زیاده، رقم بالاست، کشور پنجم جهان در اعدام. و ولی پارسال 40 نفر بوده ها. 40 چه یا 44 نفر؟ بله، بنابراین درست است که پنجمه، ولی تفاوتش با برخی از کشورها از جمله ایران که رقعت 600 رو دربارش گفتن 15 برابر است ایران، به اضافه اینکه جمعیت حالا اگه بخواید وارد آمار برابرم بیشتر آمار دقیقش هم هست. چون ببینید اصلا بذار من فقط اینو ترس کنم، چون شما جامعه شناسی خوندید، جامعه شناسی تو میدانید تمام مسئله علمی مسئله درصد و اندازه است، و الا هیچ زن و شوهری نیست که با هم اختلاف نداشته باشن. مهم این است که چه نوع اختلافی، آیا اختلافی که سر رفتن سینما و تئاتر دارن یا میخوان هم دیگه رو بکشن. بنابراین وقتی که امریکا میشه پنجم و مثلا ایران به یک اعتبار اول یا دومه، تفاوت بسیاره، برای که شما یک کشوری دارید مثل امریکا که 4 یا 5 برابر جمعیت ایران رو داره، میزان اعدامش 1/15، یعنی 75 برابر بیشتره، و این عددها مهمه. همین ببینید، در همین ایالات متحده آمریکا طرفداران لغو مجازات اعدام چیزی که به رخ میکشن میگن هزینه محکوم به اعدام کردن کسانی که ارتکاب قتل کردن، به هر حال این مجازات در خورشون هست، فوق العاده بالاست نسبت به کسانی که حبس ابد دچار میشن. این استدلالی است که اخیراً خیلی روش تکیه میشه. آخه استدلال با واقعیت‌های عددی میخونه. هزینه ی آدم محکوم به اعدام به دلیل سیستم دادرسی و مسیری که در زندان‌ها با سکیوریتی بالا و جنبه‌های خاص داره تقریباً 2 میلیون دلار برای یک مجاز، در حالی که حبس ابد به طور متوسط 500 هزاره. یعنی مجازات اعدام 4 برابر هزینه بیشتری برای مالیات دهنده امریکایی داره. استدلالی که در گذشته چون با ارقام کاری نداشتن همیشه حرف این بود که ما این نفر رو بریم بکشیم تا اینکه نگرش داریم تو زندان‌ها ازش مراقبت کنیم. مواظبت و مراقبت از یک زندانی محکوم به حبس ابد 1/4 برابر 1/4 کسی است که اعدام میشه. حالا وقتی شما فرمایشاتون رو فرمودید میگم که این عدد درست نیست، برای اینکه من هم اطلاعات دقیقی دارم از داخل زندان‌های آمریکا که بخشی از این عدد درست. یعنی اون زمانی که از سالی اونجا تشریف داشتی؟ نه من محکوم به اعدام نبودم، ولی میارم براتون. ببینید دکتر، مطلب بسیار روشنه. یک، شما وقت این احکام رو نگاه میکنید، نظام قضایی آمریکا در مورد پدیده اعدام بسیار متشنجه و بسیار متغیره ایالت با ایالت. 514 یا 540 اعدام
در تا از 1970 به 76 در تگزاس انجام شده، در حالی که ایالات دیگر که نگاه میکنید اصلا حیرت انگیزه. محکوم کردن یک فرد به مجازات اعدام در آمریکا تا 35 سال هم طول کشته تا یک نفر محکوم به اعدام بشه. حالا وقتی اعدام نمیکنید چه اتفاق میفته؟ اینها در زندان خدمات بازپروری روشون موثر نیست، چون امید برگشت به زندگی ندارن. اینا مبنای فساد، باندبازی، ایجاد مافیای داخلی، فحشا و رسوفگری اعتیاد در داخل زندان ها. این یک بحث اساسی است که ما در اینجا داریم. مطلب دیگه‌ای که باید بهش توجه کرد در تمام گفت، امیدوارم شما این انصافو داشته باشید. نه ندارم. حالا برسیم ببینیم. من یه دقیقه دیگه تموم میکنم. بسیاری از کسانی که از مجازات اعدام در هراس هستند، اینها حقوق قربانی‌ها رو در نظر نمیگیرن. همین الان که من شما داریم صحبت میکنیم، قاتلی در آمریکا داره آزاد میگرده که 13 زن رو مورد تجاوز قرار داده و کشته. حالا زن 14 کی میکشه من نمیدونم. فردی محکوم به حبس ابد شده در زندان‌های آمریکا که 35 زن و بچه رو تجاوز کرده و کشته. فرد دیگری 3 زن رو تجاوز کرده و کشته، به حبس ابد به اضافه 60 سال زندان محکوم شده. یعنی مجازات تا این حد مسخره است برای احتراز. این یک مشکل اساسی است. با هر نفر زندانی که از این طریق و از این سبک محکومین شما نگه می‌دارید، در نتیجه تعدادی صندلی رو از کالج‌های آمریکا کم می‌کنید، چون در بودجه یه ظرف محدودی است. هر دوی ما سابقه سازمان برنامه داریم، یه امکان محدودی است. شما این امکان رو نمی‌تونید صرف سرمایه گذاری بکنید که هیچ نوع بازگشتی نداره، از نظر انسانی هم هیچ تأثیری نداره. من ساکتم تا ضرباتتون رو بگم. آخه شما 7-8 تا مطلب رو فرمودید که باید تفکیکش کرد. بعد بفرمایید. هر کدوم یا شما انتخاب کنید یا بذارید من یه نمونه. اگر شما بیاین جلو، من دنبال شما میام. شما اگر ببینید جناب فروزنده، من چون هستاری آشنایید، متدولوژی آمار درس میدادم، مهم اینه که سوال رو چگونه مطرح کنید. اگر شما من بفرمایید که سیستم مجازات عمومی یا قانون جزا اساساً در سراسر جهان از جمله امریکا نه درش عدالتی است، نه درش عامل تربیتی است و نه درش برخی از اوقات واقعیت و حقیقتی است، باهاتون مسئله‌ای ندارم. به نظر من در بسیاری از موارد شما وقتی با قواعد و قوانین جزا خودتون در ارتباط میکنید به این نتیجه میرسید. بنابراین اون چیزی که مورد اعتراض اصلی و اساسی شما بود و تو حرفای شما به مقدار زیادی درست بود، اون قسمتی بود که اشاره می‌فرمودید برای که این وضعیت عجیب و غریبه. ولی اگر سوال این باشه که ماجرای مجازات اعدام در مقابل حبس ابد یا هر حبس دیگری، اونجا بحثه. یعنی شما دایره گفتگو رو باید محدود بفرمایید. اگر شما به من اصلا درباره ماجرای زندان و زندانی و اینا صحبتی داشته باشید، من از آغاز که در حقیقت ماجرای دستگیری و بعدن اتهام و بعدن محاکمه و زندان و اینها میشه، همه میتونم گفتگوهایی داشته باشم. باز فقط یادآور میشم، من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران جامعه شناسی حقوقی اخلاقی قبل از انقلاب درس میدادم. یعنی مهم از اون بحث رو یه موضوع است. اما این که من و شما درباره مجازات اعدام در مقام مقایسه با راه دیگری که معمولا انتخاب شده، حبس یا حبس ابد قرار بگیریم، گفتگوست. ولی اگر شما به من بخواید بفرمایید که آیا اصولا زندان و ماجرای زندانیان یه رویه است که نه تنها در بلند مدت که کاملا معلوم جوابش منفیه، حتی در کوتاه مدت یا میان مدت مؤثر جای گفتگوست، بنابراین اون یه بحث دیگری است که شما من بفرمایید این محیط زندان و همونطور که اشاره فرمودید اون فرهنگ یا خورده فرهنگ سب کالچری که در زندان ها هست، خودش اصلا منبع و منشأ جرم و جنایته. و آمارام دو چیز رو نشون میده، یکی کسانی که از زندان میان بیرون جز درصد بسیار بسیار کمی کارهای گذشته رو تعقیب میکنن یا بدتر میکنن، و یا اصولا مسیر زندگی اونها آنچنان منحرف میشه که گرفتاری ها و مسائلی ممکنه در چارچوب جرم و جنایت به وجود نیارن
اما مشکلات دیگری برای خودشون، خانوادهشون و دیگران به وجود میارن. تازه اینا اون درصدی است که دوباره گرفتار میشن که ما ازشون خبر داریم. بلا از 100 نفری که آمدن، ای بسا 80 تاشون مرتکب جرم و جنایت میشن، 50 تاشون گیر میافتن. ما فکر کنیم نصفشون بالاخره خوب شدن، در حالی که از اون نصف نیست، یه چیزی نزدیک 30% به اعتبار 60%شون رو ما اصلا پیدا نکردیم. بنابراین بحث درباره سیستم مجازات جای گفتگو داره. و شما میدونید که من یه کنفرانسی شاید 3 سال قبل با 2 تا پسرم داشتم تحت عنوان Justice and Punishment، یعنی عدالت و مجازات، و کوشش در این بود که ما در طول تاریخ آمدیم موضوع عدالت رو با موضوع مجازات و پنیشمنت آنچنان گره زدیم که گویی این دوتا با هم مساوی هستند، در حالی که اگر به تاریخ نگاه کنید و به وضعیت کنونی یه همچین ارتباطی وجود نداره. بنابراین چون شما جایگاه بسیار مشخص معینی دارید و مخصوصا همطور که اشاره فرمودید با آمادگی کامل اومدید و منم کاملا با عدم آمادگی هم گرد که پیداست، شما انتخاب کنید در گفتگو. اگر مایلید به بحث مجازات، زندان، اون یه قصه دیگه، ولی اگر در خصوص اینکه با یک قاتل آنگونه که شما توصیف فرمودید به صورتی که دیگه شاید بدتر از این خیلی کمتر میتونه اتفاق بیفته، تنها موردش تجاوز بچه ها و کشتن بچه هاست که شاید دل یه دیر رو خیلی بیشتر به درد بیاره، اون رو کاملا با تون موافق هستم. یعنی هیچ تردیدی نیست که وقتی شما با این واقعیات تلخ و با این جنایات موهش و با این ضربه و آسیبی که نه تنها به فرد، به پیکر یه فامیل، حتی برخی از وقت یه جامعه میخوره اشاره فرمودید، من با تون کاملا موافق هستم. ولی حالا که اتفاق افتاده، نه قبل از اون چون اون یه بحث دیگریست، حالا که اتفاق افتاده چه باید کرد؟ در مقابل من و شما فکر میکنم آنگونه که شما به من فرمودید و قرار شد گفتگو کنیم، اعدام یا عدم اعدامه، فقط اون بحثه. و الا اگر شما من بخواید بفرمایید که از آغاز تا پایان اوضاع چگونه هست، خب اون میشه اصلا رفت سراغ این که چه کسانی دستگیر میشن، چرا در اونجا یه تفاوت است، بعدن مراحل در حقیقت دادگاه به چه صورتی است، اصلا یه گفتگوی جدی است که آیا اصلا هیئت جوری یکی از راه‌های درست رسیدن به عدالت و یا درک حقایق و واقعیت یا نیست. اینا مسائل بسیار پیچیده است که در دنیا و بسیار در دنیا چون قابل بحث. بنابراین اگر هستاری گفتگو رو در اون حد و سطح میبرید، نه من با اجازه شما گفتگو رو میارم در سطحی که حالا شما انتخاب بفرمایید. ببینید من اشاره کردم که هر دوی ما یه سابقه یه کار در سیستم برنامه‌ریزی کشورمون داریم، درسته؟ بله شما کار میکردید، ما بیکار میگشتیم. ببینید دکتر، من ذهنیتم اولا یک، به هیچ وجه معتقد به این نیستم که اصلا جرم سیاسی رو نمیدونم چجوری باید تعریف کرد. بنابراین کسی اگه بر سر عقاید سیاسیش باشه، مخالف 100% اعدامش هستم، اصلا این میدونم. همه قاتل ها رو هم فکر نمی کنم باید اعدام کرد، برای اینکه قتل ممکن در شرایط اتفاق بیفته که بعدا معلوم بشه که یه شرایط استثنایی بوده و قتل اتفاق افتاده. من با اون تصمیماتی سر و کار دارم که فرد خاکی هیچ نوع شانسی برای برگشت به جامعه براش وجود نداره. عرض کردم این مواردی که عرض کردم هیچ کدومش رویایی نیست. همه این آدم ها حضور دارن، آدمی مجازات حبس ابد شده به اضافه 60 سال زندان که از این مسخره تر اصلا مجازات نمیشه، و بعد آدمی که 35 نفر رو کشته، آدمی که 13 نفر رو کشته، اینا هستن، الان هم پرونده هاشون هست. من معتقدم اینا توفاله جامعه هن. و جامعه نباید سر اینها هزینه بکنه. سیستم قضایی رو باید ساده کرد که به ساده تر کرد که به مجرد اینکه به تصمیم رسید تصمیم رو اجرا بکنه و منابع محدود کشور رو صرف توفاله نکنه. این منابع، چون من در امریکا دارم زندگی میکنم، هر سال دارم میبینم از تعداد صندلی های کالج ها کم میشه، شرایط دبستان ها و دبیرستان های عمومی سختتر میشه، صرفا به خاطر اینکه از این ظرفی که این بودجه رو تشکیل میده سهم بیشتری رو یه صنعتی میگیره به نام صنعت زندانبانی، و بدترین بخش این صنعت زندانبانی مجازات محکومین به حبس ابد است. خب آخه دو تا اشکال تو مطالبی که فرمودید من دارم.
اول بریم سراغ دومیش که شاید بحث کمتری داره. هستالی اشاره فرمودید که درست است یا پذیرفتید، شاید هم نه هنوز، ولی بنده چون اطلاعاتو چک کردم که به طور متوسط هزینه یک زندانی محکوم به مرگ در امریکا 2 میلیون دلاره و یه زندانی مربوط به حبس ابد، چون راجع به هزینه فقط داریم صحبت کنیم، 500 هزاره. پس بنابراین بهتر ما اگر فقط به دلایل مالی باشه همه کسانی که محکوم به اعدامن رو به حبس ابد تبدیل کنیم، در این بودجه در حقیقت به این پار 67% یا 75% صرفه جویی کنیم. پس این مشکل ما حل میشه. بعد شما راه حل اشاره فرمودید. راه حل ایناست که نکنین این کارا رو. چرا یه کسی 20 سال 30 سال 35 سال در دتروم باقی میمونه تا اینکه بره اعدام بشه؟ زود تکلیف کار روشن کنید. شما اگر نگاه کنید به مسیر اعدام ها خواهید دید که کوشش کردن که در اینجا اشتباهی صورت نگیره، در اینجا واقعیت ها اونگونه که مورد نظر شماست پیدا بشه. درجاست که بسیاری از این آدم ها که محکوم به اعدام شدن بعدن به دلیل کار بعدی معلوم شده که اون جرم و جنایت رو به اون صورت نکردن، یا همطور که اشاره فرمودید درستی شرایط و موقعیت اونا رو به اونجا رسونده، پس بنابراین قرار نیست اعدام بشن، پس از صحنه بیرون آمدن. و مطلب دیگری که در اینجا وجود داره، از سال 1976 که امریکا 2 مرتبه مجازات اعدام برگشت، 40 یا 41 نفر بعدن معلوم شده اعدام شدن، بیگناه بیگناه بودن. و در اینجا یه بحثی مطرح است که آیا من شما کسی به خاطر جرمی که مرتکب نشده اعدام میکنیم به خاطر اطلاعات غلط و بدی که داریم که در همه این سیستم به راحتی میشه دید، اونا رو میشه چه کرد؟ بنابراین اگر بحث مالیه همه رو بهتر تبدیل کنیم. اگر به من میفرمایید نه این آدم ها رو 20 سال 15 سال در مسیر مرگ قرار بدیم، خیلی زود شرشون رو بکنیم، مراحل در حقیقت دادرسی رو، استیناف رو، یا مراحل تجنظر رو، یا هر چیزی هست رو باید کم کرد. و اینا رو قبل از اینکه این بحثا رو بکنن ننشستن درست کنن، اومدن گفتن این با عدالت و انصاف سازگارتره. بنابراین اون گفتگو رو میشه اونجا داشت. البته امیدوارم و مطمئنم خود استالی و بینندگان خوب و عزیز میدونم ما یه بحث خاکستری داریم، بحث سیاه و سفید نداریم. اگر استالی تو سفیدی تو من تو سیاه یا هر گونه که بخوای نگاه کنیم، فقط به خاطر بحثه. و الا وقتی که درست. واقع بینانه و یا مسئولانه و یا اینکه من و شما مسئول باشیم خیلی بیشتر به هم نزدیکیم. این درست. پوزیشن رو گرفتیم برای اینکه بتونیم گفتگو رو داشته باشیم. به همین جهت که اون تیکر رو میتونم اینگونه جواب بدم. اما به عنوان یک کسی که کمی با مسائل روانی و اجتماعی آشناست، اون لغت توفاله شما رو من نگران نیستم که قبطه‌دار زیر لگدهای ما له شدند. یعنی اینا توفاله نیستند، اینا چیزایی است که ما خوردیم و بعدن توف کردیم. و بنابراین اون توفاله ها اگر بهشون نسبت به اصطلاح فطری و ذاتی و اینا بدیم که از نظر علمی منتفی است، و یا بریم سر یه موضوعی مثل ارثی که خب آدمی که حالا ذاتن یا فطرتن که دی ساختن که دیست، یا ارسی به عنوان بیمار به این دنیا آمدن و بنابراین خودشون یه قربانی هن. حالا قربانی کردن قربانی نماینده فهم و شعور و درک ما نیست. یا تو باشه بحث مالی اینا رو گشتیم کنار، یعنی اونجای مقدار جای گفتگوست. و بعد همطور که خودتون به درستی اشاره فرمودید، شما اگر به شرایط و موقعیت نگاه کنید، شما اگر به روابط انسانی نگاه کنید، با یه واقعیت خیلی خوبی روبرو میشید. نه خوبی خوبان اونقدر که گفتن و نه بدی بدان. خوبان اینجا نیستن، بدان اینجا، ما هممون اینجاییم. و بنابراین همه ما به راحتی در یه مواردی در یه مسیری میتونیم بغلطیم و کار دست خودمون. اون سریال کیلراری که شما اشاره فرمودید عرض نمی کنم، اونا رو بعدن بهش میرسن. ولی بسیاری از آدما هستن که در یه شرایطی قرار گرفتن که یه اقدامی کردن که اونجا هست. و میخوام عرض کنم ای بسا بر اساس آمار بیش از نیمی از ما زمینه این داریم که تا اونجا بریم. بنابراین این ماجرای توفاله نیست، این ماجرای یه درصد بالایی است. مطلب دیگه این که اون مواردی که شدید شما اشاره فرمودید، اگر برید سابقه اینا رو، من اونایی که شما مورد نظرتون بود هیچ چیزی راجبش نمیدونم، ولی نگاه کنید به این همه مورد یا کیسی که داریم. یه بچه ایست که 17 نفر بهش در طول کودکیش از 5-6 سالگی بهش تجاوز کردن تا 16-17 سالگیش. کارش یکی دو دفعه مثلا به بیمارستان است که حالی که دیوونه شده زده 4 نفر کشته. خب شما در یه چنین شرایطی این آدم رو توفاله میدانید بدانید، ولی اون دیگرانی که از سر عقل و آزادی و حق عمل با این پسر بچه 6 ساله 8 ساله چنین کردن چی؟ و بعد تازه شرایط و وضعیتی که یه پدر بیمار داره، یه مادر معتاد،
و در یه محیط جرمخیز متولد شده و زندگی کرده. حالا یه پرسش مطرح میشه، چرا این سیستما و سازمانهایی که دفعه ادعای انسانیت میکنن سراغ اون پدر بیمار و مادر معتاد نرفتن؟ چرا شرایط و وضعیت یه آدمی باید اینقدر بد باشه که در زمانی که من و شما داریم زندگی میکنیم 24,000 تا بچه هر روز از گرسنگی در جهان بمیرن؟ چرا باید حتی در یه جایی مانند ایالات متحده آمریکا ما یه چنین فقر و فسادی رو در سطوح پایین داشته باشیم و هیچ کسی براش هیچ کار نکنه؟ اصلا بذارید بالاتر برم جناب فروزنده خوب و عزیز. در ایالات متحده آمریکا که اگر یه آمریکایی رو بخوان یه جا خون از دماغش بریزن، اگر خدا اینا کرده یه آمریکایی رو بکشن، آمریکا میتونه لشکر بکشه. روزی در این کشور 1,000 نفر به خاطر مصرف سیگار میمیرن، یعنی بیش از سالی 400,000 نفر. و شما زورتون نمیرسه که در یه همچی جامعه ای حتی از طریق آموزش پرورش، نمیگم قوانین و مقررات، از طریق آموزش پرورش شر این لعنتی رو که روزی 1,000 نفر امریکایی رو میکشه جلوشو بگیرید. بنابراین اگر شما به مفاسد و مسائل اجتماعی بخواید اشاره کنید همه جا میشه رفت. کوتاهش کنم، من در این که این آدما مجرمند، مقصرند، حتی به یک اعتبار بیشترشون مسئولند، اونا رد و نفی نمی کنم، حق انتخاب داشتن، از موارد بیمار اسکیزوفرنی و بیماری های دیگه میان به کنار داشتن، ولی با وجود اینا خودشون بیش از همه برخی از اوقات قربانی. یعنی شما به زندگی اینا نگاه کنید، یک نفرشون رو پیدا به نظر من نمی کنید. یک نفرشون رو از هر 1,000 نفر قاتل که شما به من بگید زمینه ارثیش نسبتاً سالمه، چیزی که خارج از کنترل اوست، مثل رنگ چشم من و شما یا قد من و شما یا انگشت من و شماست، و دوم من نشون بدید که کودکی نسبتاً عادی، نسبتاً عادی، حتی با بدبختی مانند بیشتر مردم داشتن، نبوده. شما از ابتدای یک کسی رو تیکه تیکه کردی و حالا وردیتش در اختیارش، اونم در یک کشوری که هنوز نمیخوام وارد این بحث بشم، زورتون نرسیده که 260 یا 360 میلیون اصلا رو از دست این مردم بگیرید، به یه چیزی استناد کنن که خنده داره. چرا؟ برای که یه سازمان کاملا لابی گردن کلفتی پشتش ایستاده و تفنگو میخواد توی مردم بده که اصلا از آغاز چنین نبوده، بعدش هم نبوده. ببینید وقتی شما این مجموعه رو نگاه میکنید، کوتاهش کنم، شما دیگه توفاله نمیبینید. همه ما اگر اون توفاله است، بنده خودم، ما میذاره آشغالی. حالا وسط این آشغالای توفاله پیدا میشه، اون اعدامی نمیشه و من اعدام کننده. بازم یادتون باشه شما میخواید اعدام کنید، من همه دوستانی که طرفدار اعدام هستن ازشون خواهش کنم اونا برن اعدام کنن، اونم نه به نوع بی دردش، سر طرفو ببرن ببینیم کی میکنه. آخه شما تنابو بندازن کی آخه اون آدم ما رو باید پیدا کنه. نه شما بحثو میبرید به جایی که معمولا طرفداران لغو مجازات اعدام میبرن. حتما معلومه کارم همینه. بله شما دارید بحثو میبرید رو به اونجا و خیلی هم قشنگ بازش کردید، اما یه سوال دارم ازتون جان. از کی تا حالا شما اینقدر کمالگرا شدی؟ شما مگه چند تا کلاینت تا حالا با شما کار کردن؟ چند 25,000 تا 25,000 تا. شما این 25,000 تا رو هم همینجوری مراقبت میکنید و از فلسفه زندگیشون و دردی که با شما دارن مطرح میکنن، اونها رو هم به همین ترتیب نگاه میکنید و جامعه رو در مقابلشون مسئول میدونید؟ نمیدونم جامعه رو ممکنه در موقعش مسئول کنم، ولی دستم به جامعه نمیرسه. جامعه نمیرسه راهشون مجازاتشون کنه. ای بره بله، به همینجاست که بعد 20 بار 30 بار رفتم تو دادگاه، البته بیشتر مسائل زن و شوهری و بچه ها بوده بله، ولی اونجا کار جامعه باشون نداره. ولی ببینید کسی که میاد مسائل و مشکلات داره، من در حد توانش ازش انتظار دارم. یعنی از یک کسی که 10 دلار در میاره انتظار دارم بره 12 دلار بیاره، نه 100,000 دلار، چون اون نمیتونه. ولی بله معلومه، در نظر میگیم اگر قرار باشه شما انسان رو در شرایط و موقعیتش نبینید، اصلا اگر قرار باشه در روابط حقوق آدمایی که قربانی میشن توسط این جانی ها، اونا رو کجا میبینید؟ بسیار عالی است، حقوقشون سر جاش، ولی با اعدام حقی به اونا برگشت نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اونجا مسئله است. یعنی فرض کنید آمدن اصلا پسر بنده رو کشتن، بنده قاتل پسرم رو ببرن بکشن، چه حقوقی برمیگره پسر من؟
یا آرامش. شما یه نوع هشدار میدید به جامعه. مطالعات نشون میده سر جرائم سنگین، شما نگاه کنید به کتاب 1970، جرائم سنگین مجازات تاثیر توی این که مردم جرم نکنن نداره. تو جرائم سبک حق با شماست. شما بیاید میزان تخلف رانندگی رو، جریمهشو دو برابر کنید برای مدت کوتاهی چند ماهی مردم مواظبن، یا سرعت رو بگیرید یه مدتی مردم کم کنم، طور که مردم تصادفی نه یه ذره آهسته میرن بعد نسبی دوارتو. شما نسبی بودن نچه گیریتون رو قبول دارید یا نه؟ اصلا یعنی مطلقه کاملا، یعنی کاملا مطالعات نشون میده مجازات اعدام در ایالاتی که بوده و رفته تغییری نکرده، یعنی کورلیشن، میخوام بگم کازالتی، چون بحث کازالتی و علیت بحث بسیار پیچیده، ولی کورلیشن نداره. شما نگاه کنید جناب فروزنده عزیز، 171 کشور مجازات اعدام نداره، این کشورها به مراتب درشون جرم و جنایت کمتره تا اون 21 که بس میکنن. چی تحقیق کنه؟ نه نیست، نه قربونتون. شما اگر میخواید چون گفتی سیاسیش نکنی، شما بیا سراغ کشورهایی که اعدام، شما بیا سراغ کشورهایی که اعدام دارن، بعدم به من بفرمایید حقوق انسانی اونجا چقدر بیشتر رعایت میشه تا کشورهایی که ندارن. شما برید تو امریکای، تو امریکا اصلا تمام امریکای جنوبی مرکزی و شمالی که تقریبا ندارن، برید به اروپا که اصلا نمیفهمن یعنی چی، سالهاست که ندارن. شما چی اونجا میتونید ببینید؟ آیا اوضاع اونها بدتره؟ به همجوری جرم و جنایت در اتفاق بوده؟ تازه نگاه کنید به جرم و جنایت های اروپا، یه درصد بالایش مال خارجی هست، برای که با اون برداشت آقای دکتر مدن. همین دو سه سال پیش بود که در نروژ یه جوونی 72 نفر رو کشت. درسته. حالا در زندانه. درسته. داره علوم سیاسی میخونه. بنابراین به زودی هم در اندیشه برنامه خواهد داشت. حالا ببخشید پای اندیشه رو نچوشید وسط. نه به زودی ممکن نخست وزیر نروژ بشه. خب اصلا کشور از این ناامن‌تر و بی‌ربط‌تر از نظر زندگی میشه؟ میشه راجبش بحث کرد جناب فروزنده عزیز. شما اگر یه حادثه رو بکشید بیرون، همیشه میشه راجب یه پدرم همینجوری حرف زد، مادرم این حرفا رو زد، درباره بهترین آدم‌ها هم زد. این گونه من برنامه‌ریزی اجتماعی ام. وقتی شما به من میگید که این جوونو 50 سال باید نگهداری، 50 سال من خزینه‌شو حساب میکنم، صدها و هزاران خانواده هستن که با تخصیص دادن منابع محدود یک جامعه به اونها به مراتب نتایج بهتری برای جامعه شماست. ولی صد برابر اینو پول ارتش نکنید، کشورهای دیگر رو بکشید و نابود کنید. ببین سیاسی نکنید دیگه. نه سیاسی نیست. نه سیاسی مالیش کردید. نه اقتصاد سیاسی شد، سیاسی نشد. ببینید جواب فروزنده، شما اگر بیاد چرا عرض کردم شما از یه پوزیشن بگید با کامل در خدمت هستم. خب من یه پوزیشن شما نه شما بگید فقط بحث اقتصادی بکنید بعد پیش میریم. اون وقت من خدمتتون عرض می‌کنم که سیستمی که به فرموده شما توفال درست میکنه اشکال داره، چه مارکسیستی باشه چه کپیتالیستی، گرفتاری اونجاست. یعنی هر دوتاش توفال سازه، برای که هر دوتاش داره استفاده و سوء استفاده میکنه و تو هر دوتاش جرم و جنایت رو به صورت سخت و سنگین دیدیم، هم از کنترلش هم از اعدامش. آقای دکتر، در هر پدیده طبیعی و اجتماعی و ما نگاه میکنیم توفال وجود داره. خب جامعه نمیتونه تمام وقتشو بذاره سر توفاله ها. خب اصلا نمیذاره الانم. الان هم نمیذاره. شما هزینه زندان ها رو نگاه کنید با هزینه ارتش ها، اون وقت ببینید که نمیذاره. بعدم ارتش ها همه میخوان برن دفاع کنن. جالبه که این کشورهای بزرگ همه وزارت دفاع دارن. شما خودت منو دعوت میکنی به این که بحث رو در یه محدوده نگه دارم، کاملا با تو بعد یه دفعه رفتی سر باور کنید ارتش ها در جهان. الان بینندگان کاملا به من حق میدن رای میدن تا به شما میگید نه ازشون نپرسید. اصلا نمیگم بپرسید. نه من با اعلام این که موزم چی است بدون تردید برای خودم خطر آفریدم. نه اصلا مسئله اصلا. من نیست. نه اتفاقا تعجب نکنید، بیشتر آدما طرفدار شما هستن، مثلا به گونه‌ای که شما مطلب ارائه فرمودید و اون توانی که شما دارید. ببینید آقای دکتر، وقتی اومده 30 تا زن رو کشته، حالا میخواد چیکارش کنه؟ اجازه بده. اوکی. 30 تا زن اگه 50 سال از عمر اینا باقی مونده باشه، یعنی 1500 سال زندگی رو از آدمای دیگه گرفته. کاملا باهاتون موافقم. من بحثم حالا میخواد شما چیکار راحتش کنید؟ اون رو راحت کن یا خودتون راحت. نه جامعه نباید انرژیشو بذاره سر یه همچین نذاشته. یعنی چه؟ یعنی شما وقتی این آدم تو زندان نگه میدارید، یک سیستمی رو به کار میگیرید، بعد به این آدم این اختیار رو میدید اگر دچار بیماری سرطان شد، من نمیدونم بیمه بهداشتی شما چیه، ولی مدیکر قربان مدیکر اصلا هیچی ندید بگیرید، هر پزشکی رو بخواد انتخاب میتونه بکنه،
هر بیمارستانی که بخواد باید درمان بشه. یعنی این آدم ممکنه 4-5 میلیون اذیتتون بکنم؟ بفرمایید. به شما اصلا برای همین داریم شما شما دیگه پس باید با شکنجه هم موافق باشید، چون بهتره شکنجه نه نشد. چرا شد؟ نه نشد. آخه شما دارید از این که باش خوب رفتار میکنید به عنوان انسان مثلا. خیر من خوب رفتار نمیگم. یعنی دکتر شما من میگم بعد از یه سیستم دادرسی معقول برید بکشیدش. درست؟ اعلامش بکنید. بسیار خوب. من موافقه با شما، میفهممتون. ولی شما به این سیستم معقوله، این سیستم معقول اینقدر ظلم نمیکنه. ببینید شما گفتم بحثا رو شما یه دفعه در اینجا با تخصصی که جناب آقایم جامعه شناسید، شما با اون توانایی که دارید میرید به سبک سقراط و افلاطون و ارسطو، دارید از مدینه فاضله صحبت میکنید. اصلا اتفاقا من واقع بینانه دارم نگاه میکنم. یعنی اگر هست داری دلتون خواست بعدن صحبت کنیم، بحث سیاسی نیست. 50 تا کشوری که نداشتن سالها اعدام رو، این حرفی که برتران راسل میزنه، میگه سوئد از سال 1814 توی جنگی شرکت نکرده و درگیر این مذاکرات هم نشده، هیچ عیب و ایراد این مردم ندارن. شما نگاه کنید به 10 کشور خوشبخت جهان، غیر از باهاماس که خارج از اون، 9 تاشون کشورهایی هستن که سالهای سال اصلا چیزی به اسم اعدام یا مجازات سنگین رو اصلا نمیفهمن. عامل اصلی خوشبختیشون نداشتن مجازات اعدام نیست، حق با شماست، ولی این یه مجموعه است و شما از طریق مجازات اعداما به هیچ جا نرسید. بعدم ببینید قربونتون، حالا بیاد هنوز من شما بحث نکنیم که اعدام چه میکنه، چون اون برای قضیه رو بادید صرف نظر از ماجرای بیگناهان. شما با اعدام چه میکنید؟ در بسیاری از موارد یه جامعه خشنی بار میارید که وقتی مجازات کشتن یادم عادی میشه، شکنجش هم عادی میشه، برخورد بدن باش عادی میشه، تو زندانم رفتار باش غیر عادی میشه. اونجا بر اساس همون مطلبی که اشاره فرمودید، تو زندانم برای چی اینا غذای خوب بخورن وقتی مردم غذا بد میخورن؟ تو زندانم چرا اینا گرم باشن یا سرد باشن؟ یعنی مایی که مدعی هستیم تو اینقدر میکنیم یا میکشیمت، حالا خودمون داریم یه جوری آزادانه به بهانه مسائل مالی که حالا اونم میرسم، چون هستالی اقتصاد میدونی منم کمی میدونم، گرفتار میکنیم. فرض بفرمایید، اصلا شما من بفرمایید 1 میلیارد دلار خرج زندان هاست، یعنی چی؟ بذارید شما یه بحث اقتصاد کلان رو بکنیم، اقتصاد خرد نه، در اقتصاد کلان یعنی میان یه پلیس استخدام میکنن، ساختمون میسازن، غذا درست کنن میدن مردم. شما این پول رو بیارید یه جور دیگه میتونید مصرف کنید. شما فقط در بحث این که میشه از این پول یه استفاده دیگری که فقط در قدم اول که تازه اونم نیست بحث میکنید، به همجاست که کشورها جابجا شدن، فرقی نکردن. شما فرض بفرمایید بیاید هزینه زندانهای امریکا رو بگیرید 1 میلیارد دلار، چی کارش میکنن؟ 1 میلیارد دلار که صبح تا غروب با دلار تو حلقوم اینا نمیکنن، و اینا غذا میدن، کسی غذا رو تولید کرده پول اونو میدن، یکی زندانبان پول اونو میدن، یه زندان درست کردن اونو میدن، پیشرفتهای علمی سیستم کنترل اونا داره پول اونا رو میدن. یعنی این هزینه در نظام اجتماعی پخش میشه. من و شما این که وقتی 5 دلار میدیم 5 دلار رو کم میشه جای این سیستم که اجتماعی. عجب خوب قضیه رو برمیگرده. معلومه جناب نه بذارید منم جوابتونو بدم. با کمال میل در خدمتتونم. جامعه سالم به جای اینکه اینو صرف ساختمان زندان بکنه، به جای اینکه صرف استخدام زندانبان بکنه، صرف معلم میکنه، صرف مدرسه میکنه. بسیار فکر خوبی است، بسیار فکر خوبی است، ولی در این حال فقط شما قدم اول رو غلط برمی‌دارید. برای اینکه ببینید، باز نگاه کنیم به مباحث اقتصادی. اقتصاد در اثر یه حرکت فردی نمیشه. ما اون زمانی که اقتصاد می‌خونیم، تفاوت اقتصاد خرد و کلان، میکرو و مکرو تو همینه. فرض بفرمایید مثلا میگن همه مردم بدهکارن. حرف درسته از نظر من بدهکارم، شما بدهکارید. اما وقتی به جامعه نگاه می‌کنید، همیشه هزینه بسیار نتیجه بدهکاری و طلبکاری صفره. برای که طلبکار و بدهکار با هم مساویه. علت اینو خدمتتون عرض می‌کنم، معنای دیگه‌ش این هست که مسائل اقتصاد کلان مسئله مهمی است، با اقتصاد خرد متفاوته. به همجاست که دولت وقتی کسر بودجه داره خوبه. چرا؟ برای که پول از مردم کمتر میگیره، پول بیشتر به مردم میده. در حالی که من و شما وقتی کسر بودجه داریم گرفتاریم. علتی که میخوام عرض کنم اینه که بحث اقتصادی مسئله اونقدر نیست. جانشینی شما رو متوجه هستم که بیاد اینو خرج کار دیگه بکنه، یه مدرسه درست کنه تا زندان، ولی همونجا متوقف میشه. به اصطلاح تبعات بعدیش
به این صورت به دست نمیاد که شما یه اقتصادی رو باش توجیه کنید. مهم اینه که بعدا اون آدمی که پول گرفته قضا داده یا اومده اونجا ساختمون ساخته با اون پول چه میکنه، اونی که سیستم اقتصادی رو در یه اقتصادی که تداوم پیدا میکنه ادامه میده. مباحث اقتصادی اونجوری نیست که در آغاز به نظر بیاد و چون ما فرعی نگاه میکنیم مسئله است. به من میفرمایید بگید راههای بهتری برای این کاره، باهاتون موافقم. مسئله این است که اون آپشنی که وجود داره، یادتون هست که از آغاز قرار شد بحث رو مقدار تقسیم کنیم، اون آپشنی که وجود داره حبس ابد است یا هر حبس دیگری که شما کنید در مقابل اعدام، گفتگو اون هست. ولی شما به من میخواید بگید که زندان بده، باتون موافقم. به من میگید که در هر مدرسه رو که باز کنیم احتمالاً در یه زندانی رو بستیم، باتون موافقم. البته مدرسه‌ای که پرورش و تعلیم تربیت توشه، نه مدرسه‌ای که آدم‌ها رو به خشم و قهر و عرض کنم تعصب. شما بحثتون یه اشکال داره، یه دونه فقط خوشمالم. من معمولا خودم فکر کنم 10 تا داره. شما یک اشکال داره، شما یه طرف قضیه رو خیلی خوب سوهان زدید و سیقلش کردی رو نشون دادی. همیشه اینطوره. خب یه جنسی بفروشم، ولی یه جایی رو کوتاه اومدی. آره بفرمایید کجاست. اون دختر 11 ساله‌ای که الان تکسش برای من اومده، توی فلوریدا ریپش کردن 3 نفر و کشتنش. بله. اون دختره کجاست؟ چه مرده؟ کشته شده. خب شما اگر دختر اعدام. من اگر دختر من و شما بود تا آخر عمرمون یادمون نمیره. دکتر شما میگید جامعه با اعدام دچار خشم و عصبانیت و خشونت میشه. جامعه با این برخورد هم دچار خشونت میشه. آخه در چون قاتل و جانی میدونه که جانش در امان. نه نیست. ببینید جناب فروزنده، ببینید دو تا بحث رو میتونین بکنید. یکی میتونین بحث روانشناسی علت و معلول رو بکنیم. شما بگید ما در یه جامعه اگر همینجوری مردم به شدیدترین صورت ممکن مجازات کنیم همه خوب میشن. اون بحثه. من اینو نمیگم. آخ چرا؟ برای که تهش اعدامه رو گذاشتی. برای که اون نتیجه رو میخواد بگید. دوم بعد نگاه کنیم به همه کشورها، نگاه کنیم به تاریخ. شماره یک. دو بیاید موضوع رو یه جور دیگه بهش نگاه کنید. شما بیاید و مردمی رو در شرایط و وضعیت مناسب و مساعد قرار بدید و بعداً بر اساس اون شرایط مناسب و مساعد ببینید که در اونجا چه میکنن. یعنی همین موردی که شما اشاره فرمودید و هر کسی رو باز عرض کردم سخت میآزاره و معطل میمونه که چه کنه، حالا حرف عبارت از این است که این آدما رو که گرفتیم بندازیم زندان ابد یا بکشیمشون. بحث من این است که برای اون کشتنه الان گفتگوست و در اون کشتنه هیچ موضوع و مسئله حل نمیشه، هیچی حل نمیشه، مخصوصا وقتی شما باز به نتایج اون نگاه کنید. اگر شما بخواید به من بگید که ما انتخاب خوبی داریم، اصلا من هیچ وقت نگفتم انتخاب خوبی داریم. انتخاب ما بین بد و بد داره. انتخاب ما بین بد و بد. مجازات اعدام بده، زندان بده. تفاوت احتمالا عقیده و نظر من با شما این است که من اعدام رو بدتر میدونم و شما اعدام رو کمتر بد میدونی. میتونم هفته آینده مهموندار شما باشم برای اعدام این بحث؟ من با کمال میل در خدمتتون هستم، ولی امیدوارم دوستان شما که طرفداران شما هستن به هر حال بنده رو به اعدام محکوم نکنند. به هر حال سپاسگزارم از تشریف آوردن. متشکرم. سپاسگزارم. بینندگان عزیز، به اتفاق استاد ارجمند فرهنگ هلاکویی و همکارانم به شما شب بخیر میگم. هر جا که هستید لب هاتون پر لبخند، دل هاتون شاد و روزگار به کام.